خدا رحمت کنه هدایت خانم، این پسر من بود. شما لطف دارین، هدایت همیشه از شما تعریف میکرد. خدا رحمتش کنه. بنده در امرباری حاضرم خانم، مرا برادر خودتان بدانید. حالا خان چطوره؟ متاسفانه تعریفی نداره. شنیدم. حیف اون جمال جبروت. خداوند به شما صبر بده با این همه مشکلات. کی مرخص میشه؟ فردا. میخوام قبل از هر کسی شما به دیدنش بیاین. با وکالتنامه؟ نه، فقط برای ملاقات تا من بحث وکالتنامه رو پیش بکشم. شما باید وکالتنامه جدیدی بنویسید. تامل اختیار. از من به شما نصیحت خانم، هر چی محدودتر بهتر. عملا الان کارا همو به دست شما افتاده، همه کار دیگه شما هستی. ولی مطمئن باشید در معاملات بزرگ معامله‌گر هیچ وقت با امضای شما قناعت نمی کنه. حتما میخواد خانه ببینه، ازش امضا بگیره و این برای شما به درد نمی خوره، این به ضرر شماست. ولی در معاملات کوچک محدود اشکال نداره. مهم امضا نیست خانم، مهم معاملات پشت پرده قرار داده. به حرفای من توجه کنید، من خدمتگزار شما هستم. باشه، ولی من میخوام به هر حال امضای خان رو داشته باشم، برای هر دو صورت، محدود و تامل اختیار. برای روز مبادا ها؟ بله، روز مبادا. حالشون چطوره؟ خوب شد اومد این خانم، حوصله‌شون سر رفته بود. قراریش دادیم خانم، مطمئن باشید برای نجات جان بچه‌شم که شده خودشو گم و گور میکنه. اینجوری فعلا از شر هر دوتاشون خلاص شدیم. حالا هم بر نمیگردن. من یک ساله همه چیزو جمع و جور میکنم، بعدش هم دیگه اگه برگشتم مهم نیست. من هم همینی میگم خانم. به سوگل گفتی باید چیکار کنه؟ بله خانم، به وقتش خبرتن میکنیم. خیلی خوب، برو سیارتو درده. سوگل. بله خانم. من دارم میرم بیمارستان خانو بیارم خونه. به همه بگو مشکیاشون اتنشون در بیارن. چش خانم، اما خانم بزرگ چی میشه؟ خودم باش حرف میزنم. خان میخوای کولت کنم؟ خفه شو.
به خانم بزرگ بگید بیاد. خواب بودن، الان بیدارشون کردن، دارم میام. بگو. از چی؟ من بچه نیستم تسایون، بگو. یه اتفاقی افتاده، خانم بزرگ یک هفته از بیمارستان به دیدنم نیومده. بگردی که من باور کردم خانم بزرگ سرما خورده. بله خان، اتفاقی افتاده، ما هممون عزاداری. شما مرد با قدرتی هستین، روزگار دیده این، باید به ما دلداری بدین. هدایت؟ هدایت رفت پدر جون، ماشینش چپ کرد. بهتر دیدیم به شما نگیم تا از بیمارستان مرخص بشیم. شما باید بمونی، بدون شما بگو خانم بزاری بیاد. باز کن آقا، دهنتو باز کن، دهنتو باز کن، بخور. خدایا خدایا کمک کن خدایا. آنو ببری سر قبر پسرم هدایت. آروم باشین خان، میبرم اتون. هدایت Thank you.
کجای رو باب زور شد؟ ببخشید خانم جان، حال قدرت خراب بود. سلام آقای مهندس. سلام. ما داریم میریم عیادت خان. آوردنش؟ بله، خانه رو تنها نذارید. چشم، خیالتون راحت. کرده چمدانش نیست، لباسش هم جمع کرده برده. تیمور دور بر بگرده. چی شده تیمور؟ دنیا فرار کرده آقای مهندس. دختره فرار کرده؟ هر جا باشه پیداش میکنیم. برین کنار باغ رو بگردی، رودخونه رو بگردی. دختره دیوانه فرار کرده چی بشه؟ اصلا کجا رو داره بره؟ من به روبابه شک کردم. نه، روبابه به ما دروغ نمیگه. اگه رفته بود پیش اون حتما به ما میگفت. مگه اون دفعه ندیدی چی کار کرد؟ شاید ازن کارش پشیمان شده. من تو رو پیاده کردم میرم در خانه روبابه، یه جوری سرش گرم کن. بچشم. خانم من غذا رو درست کردم، میتونم برم به خانه؟ نه به من کار دارم. سلام قدرت، دنیا رو این طرف ها نیدی؟ ها؟ پیداش کنید. نگران نباشید خان، تیمور از فردا تمام منطقه رو میگرده و پیداش میکنه. هرچی میکشیم از دست این دختر است. از روزی که پاشو توی این خونه گذاشت بدبختی پشت بدبختی. پیداش کنید. چشم. زیر سنگم رفته باشه باید پیداش کنید. میگم همه جا رو بگردن. خان جیردهی اومده عیادت شما. بگم فردا بیاد. بگو. بگم مدارکم با خودش بیاره. خیلی از کارا مونده رو زمین و هوا. بگم بیاره. بگو.
چشم. برو فردا اول وقت بیا. به چشمانه. با مدرک. با اجازه. نگران نباش سوگل، جاش امنه. معلوم نیست آواره کجاست، باید پیداش کنی تیمور. خودم فرارش دادم. چی؟ ساکر، سر خود که این کاره نکردم، امر خانوم رو انجام دادم. به تو چه؟ خانوم ترسیده، میگه بچه دنیا اگه پسر باشه میشه وارث خان. اون موقع دنیا میاد اینجا و میشه خانوم خانه. خانوم گفت بچه چه باید بکشیم. یا حضرت عباس. نه ترس، من رأیشو زدم. خانم گفت بچه چه باید بکشیم. منم تو شکم. گفتم خانم خونش دامنتو میگیره. گفت نه ترس، از لحاظ حقوقی هیچ کاری نمیتونم بکنم، من کارمو بلدم. گفتم خانم برای مردم قانون دولت مهم نیست، مهم حرفیه که تو دهنها میفته. یه بار یه رعیت یاغی رو میخواستم بکشن، اومدم پیش خان، گفتن طولی میکشیمش که آب از آب تکان نخوره. اما خان گفت نه، مردم میفهمن و ما رو متهم به قتل میکنن، میفهمن که با ما مخالف بوده. خب یه طولی بکشیدش که آرام آرام از بدبختی و بی پولی و بی آبرویی بمیره. اون که یه آدم یاغی بود، اما این یه بچه است غیر از این. گفتم خانم ممکنه خان شک کنه، اون میخواد بچهشو ببینه. گفت پس چیکار کنیم؟ گفتم کاری میکنم که بره دیگه پشت سرش هم نگاه نکنه. شب که هوا تاریک شد رفتم به دنیا، گفتم فرار کن. گفتم میخوام بچه تو بکشم. یه لاغ نرو، برو جایی که دست هیچ کس بهت نرسه. کجا رفت؟ نمیدانم، من فقط از اینجا دورش کردم. داریوش رضا خیرالله، مصطفی حسین یه بالا مهندس کارتون داره. یه خیرالله فاتح هستم. یه دیگه چای مردم گوش کنید ببینید چی میگم. محل به محل، خانه به خانه بگردید تا پیداش کنید. اکبر حواستو جمع کن، بدون دختره بر نگرد. چشم آقا، پیداش میکنیم. فکر نکنم خیلی دور شده باشه، باید همین اطراف باشه. شک دارم، شاید ربابه پناهش داده باشه. مشکوک حرف میزد، یه نفر بذار رو ببره بپاد. چشم قربان. مهندس تمام کارگرش رو بسیج کرده که دنبال دنیا بگردن. به اون چی ربطی داره خانم؟ برای خوش خدمتی به خانه.
لابد میخواد حالا که هدایت نیست تو دل خان اینجوری خودشو جا کنه. میترسم پیداش کنن تیمور. پیداش نمیکنن خانم، خیالتون جمع باشه. اون الان سه روز گم شده. حتما تا الان جای امنی پیدا کرده. به کت خدا خبر دادی؟ بله خانم. امروز فردا است که با سهراب خدمت برسم. جیرده ای چی شد؟ تشریف آوردن خانم. سلام آقای جیرده ای. سلام. سلام خانم. سلام آقای جیرده ای. دیر کردیم. ببخشید دیگه شرمنده، کلاشکا دیر کرد. صاحب مرده الان اینجا بود که. بفرمایید از عینک من استفاده کنید خان. بفرمایید. عینک شما دوربینه، به چشم خان نمیخوره. میخواین این متن رو براتون بخونم بعد امضا کنین؟ البته اگه به من اطمینان داری. بدش من امضا بکنم. بفهمی. برای زدن سند خونه مهندس به نامش و همین کارهای دم دستی. برای کارهای بزرگتر که منو با وکالتنامه قبول ندارن. جیرده‌ای میگه همه سرمایه دارا فقط امضای خان رو قبول دارن. خدا شما رو برای ما حفظ کنه خان. خدا خان رو برای ما حفظ کنه. آقای مهندس. سلام خانم. سلام. آقای مهندس تشریف دارن؟ هنوز نیومدن. اتفاقی افتاده؟ خانم گفتن که با آقای مهندس بگی فردا بیاد دفتر آقای جیرده‌ای. فعلا با اجازه. باید سنده ببریم خان امضا بکنه. نیازی نیست، خانم خودشون حق امضا دارن. از طرف خان وکیل شدن. از کی تا حالا وکیل شدن ما خبر نداریم. آی مهندس، هیچ شک و شبهی در کار نیست. خان قبل از سکته من از صدا کرد و گفت و کالتنامه به نام کتایون بنویسم در انجام امور معمولی و ساده. اما سکته کرد و نشد. تا دیروز من از صدا کرد که آقا بیا. دوباره رفتم تمام اسناد همه را امضا کرد. البته بیشتر به خاطر سند منزل شماست. شما لطف دارید. سلام خانم. سلام. اگه آماده است من امضا کنم برم، چون خیلی کار دارم. خواهش میکنم. بفرمایید. اینجا بس. پیداش کردین؟ نه، نمیخواستم شرمنده پدرش باشم. اون دختر رو به من تحویلش داده بودم. شما هم تحویلش دادین به ما، پس مسئولیتش با ماست نه با شما. به پدرش خبر دادیم، تو راه شماله. وضع کارخونه چطوره؟ خیلی خوبه. مبارک باشه. جبران میکنم. یه علاق نیامده خان، اگه میامد همه میفهمیده. نمیتونین حدس بزنین کجا رفته؟ شهر دخترم.
زیاد وقتش کرده. پیداش کن وگرنه بیدم پوست سرده بکنه توش پرکا بکنم. آروم باشین خان. پرو گم شو. آی زازه خان، شما داروهاتونو بخورین خان. بفهم. شما استراحت کنید. به دفتردار بگو با تمام دفاترش بیاد دفتر. بگو تمام حساب کتابای کارخونه رو با خودش بیاره. اکبر باید بیاد خانم. اکبر چرا سر کارش نیست؟ هست الان میام. در رو باز کن. چش خانم. از این به بعد برای ورود و خروج کارگرا ساعت بزنید. برای مرخصی دادنم برگه مرخصی صادر کنید. به مهندس میگم خانم رفتن شهر تا یک دو ساعت دیگه برمیگردن. به موقع آمدی اکبر. خانم آمده برج زهر ماره. سلام خانم. سلام خانم. این وحشی کیه؟ شما که رفتید خان گفت نصفت خبر کن. کی هست؟ شکارچیه خانم، معروف ترین شکارچیه خانم. خرس کشه، همه جره این کف دستش بلده. جنگل و کوه بو میکشه خانم، همه رو میشنسه. اینجا چیکار میکنه؟ خان گفت دنبال دنیا بگرده و زیر سنگم شده پیداش کنه. پولکیه خانم، شما بیشتر بده بگو نگرده. خودمون باید زودتر پیداش کنیم تیمور. پیداش که کردیم باید کاری کنیم بچهش بیفته. سر یه اتفاق این بچه باید بمیره. اینجوری خیالمون راحت میشه. کسی هم بهمون شک نمی کنه. خودت از امروز برو دنبالش تیمور. چشم خانم. همه پرونده ها و دفاتر حساب بررسی کرد. گفت به شما بگم که یه گزارش کامل از تعداد کارگرا، حقوقا، حساب ها به خانم بدید. خیلی خوب. برو. اکبر. بگو دیگه دنبال دختره نگردم. چشم آقا. تعیین شده همه کاری زندگی خان. همه حساب کتابات به هم ریخت. باید دلشو به دست بیاریم. کتایون از ما متنفره. از تو هم شاید. باید رایش رو پیدا بکنم.
ولی فکر کنم بفهمه که به کمک من احتیاج داره و تنهایی از پس کارا بر نمیاد. فعلا که به تو اعتماد نداره. همین که ازت حساب کتاب میخواد معنیش چیه؟ خیلی چیزا میتونه معنی بده. مرگ هدایت کمرمو شکست. اصلا دل و دماغ کار ندارم. شما هم که با اینا این کاش بمردم و یه روزه رو نمیدیدم. باورتان نمیشه با گیج شدم. هر کاری بود به من بگید. اصلا فکر بکنید من پسر دارم. مگه نیستم آقا جان؟ من چشم باز کردم شما رو دیدم، پای شما بزرگ شدم، حالا وقتش جبران بکنم، وقتش یه کاری بکنم. به عروستم به کتایم خانم بگید میتونه رو من حساب بکنه. گریه نکن، کی فکرشو میکن به چه روزی افتادی؟ همه چیز درست میشه آقا جان. اصلا میخوام آقا جان صداتون کنم، میخوام بگم آقا جان اجازه بدید. گریه نکن مهندس، خان ناراحت میشه، ناراحتی براش خوب نیست. دل نازک شد شما خودتان خوب میدانید من همیشه به شما ارادت داشتم و دارم. تو این مدت هم احساس کردم تنها تن بذارم بهتره. شاید از بار مصیبت هدایت و عریضی خان خارج بشید. امری نیست خانم؟ نه برو. ولی یه حرفایی رو دلم مانده تا به تا نظرم سبک نمیشم. راستش تو دو سه سال گذشته هر اتفاقی تو خانواده افتاده به طور ناخواسته یه پای من در میان بوده. عملا من کاری نبودم، فقط اوامر خانه اجرا میکردم. تا جایی که به خواستگاری دختر فرمانده رفتم برای هدایت، ولی هدایت آن دختره رو دید عاشق شد. شاید بانی این ازدواج رو منو مرجان بدونین، ولی من واقعا بیگناهم.
من متوجه بی‌اعتنایی و سردی رفتار شما هستم. خواستم خدمتتون عرض بکنم. میتونید روی من حساب بکنید. چه حسابی؟ خیلی حساب ها. من اینجا چش باز کردم. بزرگ شدم. هر اتفاق بیفته حسش میکنم. من میدونم تو خانه خان چه اتفاقی میفته. ولی هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم حرفی بزنم یا دخالت بکنم. فقط به خاطر وجود شماست. شما زن بزرگ و قابل احترامی هستید و بودید. من در هوش و ذکاوت و مدیریت شما سر سوزنی شک ندارم. به هر حال هر آدمی برای پیشبرد اهدافش به کمک یه آدم دیگه احتیاج داره. من همینجا از صمیم قلب اعلام میکنم آماده همه جور همکاری با شما هستم. رازداری و وفاداری منم میتونید امتحان بکنیم. اینا مدارک کارخانه است. فعلا احتیاجی به شما ندارم. بهترین کمکی که میتونی بکنی اینه که کارخونه رو درست مدیریت کنی تا به سود برسه. چشمان با اجازه. به تیمور بگو بیاد اینجا. تیمور یه خانم باید کار داره. هم بفرمایید خانم. با سرکارگر کارخونه قرار بذار امشب بیاد به دیدنم. بهش بگو کسی نباید بفهمه. چشم خانم. ولی خوبیت نداره. بیاد خانه خان. بهش بگو گزارش کارخونه رو میخوام. روزانه. مهندس کجا میره؟ با کی قرار میذاره؟ میفهمی؟ بهش بگو دو برابر حقوقش رو سر سال بهش میدم. چشم خانم. اکبر و رحمت رفیق منه. نصف شکارچی یادت نره. چشم خانم. باید برو.